ما اهل منطقیم، اهل مذاکریم، اما اهل ذلت و اهل تسلیم نیستیم. ما مرد دفاعیم، مرد ایستادگی هستیم، اما مرد تجاوز به مرزهای دیگران نیستیم. همون گونه که اجازه نخواهیم داد کسی به مرزهای ما تجاوز کند. هر کجا آمریکایی ها، هر کجا که دشمنان ما در منطقه حضور پیدا کردند، به عنوان بازیگر امنیت زدا حضور پیدا کردند و امنیت اونجا را از بین بردند، چه افغانستانش، چه عراقش، چه سوریهش، چه خلیج فارسش. ما در این مقطع حساس و مهم تاریخی اولا به همسایگانمان اعلام میکنیم ما با همه همسایگانمان دست رفاقت، دست دوستی، دست برادری را دراز میکنیم و حتی آماده ایم از خطاهای گذشته اونها در این منطقه بگذریم. ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد و به دنیا اعلام میکند حضور نیروهای خارجی میتواند برای منطقه، برای آبراهای جهانی، برای امنیت کشتیرانی، برای امنیت نفت و انرژی مشکلزا و خطرناک باشد. موشک صیاد دو و اونهایی که میخواهند حوادث منطقه را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دهند، همانند همه دروغ‌های افشا شده آنان است. اگر راست میگن و واقعا دنبال امنیت منطقه ان، این همه سلاح و هواپیما و بمب و سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند. اگر راست میگن و امنیت منطقه رو میخوان، منطقه ما را تبدیل به مسابقه تسلیحاتی در این منطقه ننمایند.